سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. معمولا تلاش میکنم که مهمترین بحثامون رو به صورت صوتی به شما ارائه بدیم، در صورتی که بحثی تصویری هم در یوتیوب داریم، چون احساس میکنم که اگر صوتی ارائه بشه یه مقدار تمرکزتون روی موضوع بیشتر میشه و به خاطر همین اصرار داشتم که گزارش امشب رو حتما صوتی به شما ارائه بدم. گزارشی است که دوستانی در داخل لطف کردن تهیه کردن، یعنی این گردآوری شده از تیم خود ما نیست، دوستانی زحمت کشیدن تهیه کردن به ما دادن و ما هم داریم که این گزارش رو شما در میون بذاریم. در نخوشی که از بهترین گزارش هایی هست که من در طول این سالها به شما ارائه دادم. خیلی از این گزارش خوشم میاد. اشاره کرده به ارزیابی تجدید سالانه در آمریکا. جامعه اطلاعاتی آمریکا میاد یک ارزیابی رو هر سال ارائه میده. در این توضیح میده که چه تهدیدهایی برای آمریکا وجود داره که باید بشین براش راهکار پیدا کنن. بعد در حوزه جهانی سه تا تهدید رو لیست کرده، به ترتیب گفته که چین، روسیه و ایران سه تا تهدید اولی هستن که آمریکا با اینها روبرو هست و باید برای اینها فکر بکنه. اگر دوست داشتید بخشای مختلف این گزارش رو بهتون ارائه بدم، چون گزارش مفصل 43 صفحه‌ای هست، حتما ببین بگید که شب آینده اونها رو هم بررسی بکنیم، ولی امشب صرفا میخوام بخش ایرانش رو به شما ارائه بدم و ببینیم که پیرامون ایران چه چیزهایی رو مطرح کردن. بحث ایران رو به این شکل شروع کرده، گفتی که ایران یک تهدید با ثبات و پایدار علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه ارائه میکند. این کشور قویاً به دنبال تضعیف نفوذ آمریکا و حمایت و پشتیبانی از جمعیت شیعه در خارج از ایران است. یه نکته رو دقت بکنید، بحث حمایت ایران از شیعه رو اینا انقدر از این به بعد خواهند گفت که ملت‌های سنی منطقه به این جهت نمی‌رسن که تو یک هدف مذهبی پشت قضیه داری و به نوعی نتونن با تو همکاری بکنن. چرا؟ چون بترسن دیگه. به خودش میگه نه، این دنبال این هست که کشورگشایی بکنه در راستای اهداف مذهبی خودش. در صورتی که شما وقتی بررسی می‌کنید نگاه می‌کنید ببینید نور چشم ما در منطقه خاورمیانه و اون شمشیر داموکلس ما که روی سر دشمنان ما قرار گرفته حماس هست. حماسی که سنیه، حماسی که به لحاظ مذهبی ابداً با ما هیچ همسویی نداره. اما اینها به هر جهت روی این قضیه دارن منوف میدن. نکته دومی که میخوام قبل از ادامه گزارش به شما ارائه بدم اینه، دقت کردین اولین تهدید ایران رو چی یادآوری میکنه؟ نه به موشکای شما اشاره میکنه، نه به بحث هسته‌ای شما، منطقه رو داره میگه. برجام منطقه اون چیزیه که اینا به شدت تاکید دارن بتونن به سمتش ایران رو هدایت بکنن. وحشت زدن، اینا از بابت برجام منطقه وحشت زدن. و الانم میشنوید سر و صدای آقایون رو در داخل میشنوید، میان وایس از خودشون ضبط میکنن، پخش میکنن در فضای مجازی، اشاره میکنن به اینکه میدان کجای داستان بوده، دیپلماسی چه کرده. حرفای این شکلی شما وقتی بررسی میکنی میری در جزئیاتش میبینی منطقه رو داره میزنه، این داره بستر رو آماده میکنه برای برجام منطقه‌ای. حالا این چیزی که این گزارش به عنوان اولین نگرانیشون بهش اشاره شده همینه، میگه که اینا در منطقه خاورمیانه یک قدرتی رو به وجود آوردن و این قدرت داره چند تا کار انجام میده. یک، داره آمریکا رو تضعیف میکنه و به نوعی این کشور رو در منطقه خاورمیانه به چالش میکشه. دیگه چیکار میکنه؟ گفته که از نفوذ منطقه ایران داره حراست میکنه از طریق یارانی که وجود آورده. بعد اینجا دوباره یه دروغ دیگه میگه، میگه از طریق یارانی که به وجود آورده داره اعمال قدرت میکنه بر کشورهای همسایه. شما برخلاف کشورهایی مثل ترکیه که در منطقه خاورمیانه در کشور دیگه حضور داره و برخلاف کشورهایی مثل آمریکا که در منطقه خاورمیانه در کشورهای مختلف حضور داره، شما در کشور دیگه حضور نداری. در عراق یاران عراقی رو داری، در لبنان یاران لبنانی رو داری، در سوریه همینطور و در دیگر نقاط هم همینطور. این کجا به معنای اعمال فشار بر اون کشور میتونه باشه؟ یعنی شما نگاه بکنید، یک کشوری بلند شده در منطقه خاورمیانه نظامیهای خودش رو در کشورها مستقر کرده و در تهدیدات سالانه خودش، این کشوری که تو همه کشورها هست، میگه که ما یه تهدید جدی داریم، اونم اینه که ایران یارانی رو داره در اون کشورها، اون یاران برای ما تهدیدن چون دارن بر حاکمیت ها نفوذ میکنن. کشوری که خودش نفوذ داره بر حاکمیت ها نگران این هست که ایران از طریق یارانش بر حاکمیت ها نفوذش بشه. بعد نکته بعدی که میگه اینه، میگه که ایران از طریق یارانش در منطقه خاورمیانه داره بی اثر سازی فشارهای بین المللی علیه خودش رو به حداقل میرسونه. دقت کردین چی شد؟ این اعتراف اون چیزی که صدا و سیما ما باید بیاد برای مردم توضیح بده. مردم، یک ریال اگر در منطقه خاورمیانه دارید خرج میکنید، اینها به صراحت در گزارشاشون دارن فریاد میزنن که این یک ریاله داره کمک میکنه که فشارهای بین المللی علیه ایران بی اثر بشه. بعد نکته بعدی که بهش اشاره کرده اینه، گفته که از طریق این یاران داره یک کاری میکنه تا تهدیدات علیه ثبات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به حداقل برسه. دقت کردین، من قبلا یه گزارش به شما ارائه دادم، گفتم که اینا رویاشون این بود که بیان در کشورهای اطراف ما مستقر بشن، از همه مرزا به ما حمله بکنن. اتفاقی که الان در فلسطین افتاده همینه. به محض اینکه اسرائیل یه مقدار فشار میاره به فلسطینی ها، در لبنان و در سوریه چند تا دونه موشک کوچولو شلیک میکنن سمت اسرائیل. پیامشون هم اینه که ببین تو حواست باشه، اگه بخوای اذیت بکنی ما یه جبهه دیگه هم باز میکنیم و تو تمرکزت از غزه بلند میشه دیگه. همزمان که نمیتونی در چند تا جبهه بجنگی، پس چی میشه؟ به چالش کشیده نمیشی. اینا رویاشون این بود که مرزهای ایران رو بگیرن، بعد از زمان جورج بوش از همه مرزها به سمت ما حمله بکنن. ایران اومد رو چی تمرکز کرد؟ من این رو باز دوباره دارم تکراری میگم، ایران اومد تمرکز کرد روی اینکه یک، به مناطقی که قرار از طریقش به خاک ما حمله بشه، یعنی پایگاهاشون در کشور دیگه دسترسی
داشته باشیم از طریق موشک، دو نیروی زمینی داشته باشیم که پایگاه ها رو به چالش بکشه از طریق یاران منطقه‌ای. حالا اینجا داره به همین اشاره میکنه، میگه که یکی دیگه از کارهایی که یاران منطقه‌ای ایران دارن انجام میدن این هست که تهدیدات علیه ایران رو به حداقل رسوندن. بعد گفته که ایران با مشکلات جدی الان روبرو هست، به خصوص بحث اقتصادش، ولی با این وجود تهران طیفی از ابزارها نظیر دیپلماسی، توسعه بخشیدن به برنامه هسته‌ای، خرید و فروش تسلیحاتی و حمایت از نیروهای نیابتی خود را در دستورکار قرار میدهد تا اهدافش را محقق سازد. بعد نکته بعدی که اومده به اشاره کردن اینه، گفته که ایران تمرکز خودش رو بر این گذاشته برای اینکه بتونه در مقابل دشمنان خودش از جمله آمریکا و اسرائیل و اقداماتی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میخوان انجام بدن دست برتر رو داشته باشه و در همین راستا توانایی‌های خودش در چارچوب تسلیحات متعارف و نیروهای نیابتی رو توسعه بخشیده. این قسمت از گزارش رو میخوام از رو بخونم. گفته که ایران همچنان یک بازیگر چالش‌زا در عراق است. عراق همچنان در سال جاری و حتی سال‌های آتی میدان نبرد اصلی ایران جهت توسعه دامنه نفوذش خواهد بود. شبه نظامیان شیعه عراقی حامی ایران نیز همچنان تهدیدات جدی و اساسی علیه پرسنل و نیروهای آمریکایی در عراق هستند. و نکته جالب اینجا هست، گفته که الان فضای برای آمریکا به وجود اومده، اقداماتی علیه آمریکا در عراق انجام شده برای اینکه آمریکا از کشور عراق بره بیرون. گفته فشارهای سیاسی داره به آمریکا میاد، اعتصابهای جنبشی داره انجام میشه، حملات داره علیه آمریکایی‌ها انجام میشه و اهرم گروه‌ها و رهبران شیعی هم در این قضیه وجود داره. به همه اینها این اقدامات علیه کاروان‌های لوجستیکی آمریکا هم اضافه شده. نکته بعدی که اومده بهش اشاره کرده این هست، گفته که حمایت‌های سنگین ایران از حوثی‌ها، منظورش انصارالله یمن هست، نظیر تامین موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین سیستم‌های پدافندی برای آنها، حامل تهدید جدی برای آمریکا و شرکای این کشور و منافع آنهاست. در این زمینه به طور خاص می‌توان به حملات گسترده حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اشاره کرد. به یک نکته دقت بکنید، 6 سال قبل اینا حمله کردن به یمن، یمن اومده اینها رو به چالش کشیده، 6 سال در مقابل اینها ایستاده، حالا اینا اومدن یک گزارش رو ارائه دادن تحت عنوان تهدیداتی که در یک سال قرار هست باش روبرو بشن و تهدیدات مهم هست. اشاره کردم این که یاران ایران در یمن شکست نخوردن، بعد از 6 سال نبرد تونستن سر پاشون بیسن، یه تهدید برای آمریکا. خیلی خنده‌داره، شما اگر یک ملتی باشی در این منطقه و اگر عربستان بهت حمله بکنه شکست نخوری، تو تهدیدی برای آمریکا و ایران پشت سر تو بوده که این کارو کردی. بعد اومده از نفوذ ایران در دیگر نقاط این منطقه گفته، من نمیخوام به این بخشش ورود بکنم، خیلی بحث مفصلیه، و در نهایت اومده توانمندی‌های نظامی ایران رو مرور کرده. من از اون متارتون می‌کنم، گفته که توانمندی‌های نظامی متنوع ایران و رویکرد ترکیبی آن به جنگ و پدیده جنگاوری با استفاده از توانمندی‌های نظامی متعارف و غیر متعارف همچنان تهدیدی مؤثر و قابل توجه برای آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه است. خیلی جالبه، شما اگر یک کشوری باشی در منطقه خاورمیانه و اسمت ایران باشه، توان نظامی هم داشته باشی، این توان نظامی رو اون میاد در گزارش سالن خودش می‌نویسه، میگه یکی از تهدیداتی است که ممکنه ما رو به چالش بکشه. بگذریم، اومده به توان نظامی ایران اشاره کرده، گفته که ایران یک راهبرد نظامی متعارف برای خودش تعریف کرده که در وهله اول بیاد اقدامات تلافی جویانه‌ای که علیهش انجام میشه رو پاسخ بده. بعد گفته این رو در حمله به عین الاسد اینها به اثبات رسوندن و نشون دادن که با قوت میتونن این کارو انجام بدن. بعد گفته که با وجود تحریم‌هایی که در طول این سال‌ها وجود داشته، اینا به بزرگترین ظرفیت و قدرت موشکی بالستیک منطقه تبدیل شدن و با وجود چالش‌های اقتصادی اینا موفق شدن که خودشون رو در این حوزه تا حدود بسیار زیادی وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن و حتی سلاح‌های جدیدی رو هم به وجود برای خودشون بیارن. بعد در ادامه اومده گفته که یعنی توان متعارف یه توان جنگی نامتعارف هم دارن. حالا این توان جنگی نامتعارف چیه؟ یعنی مثلا ما بمب اتمی داریم که اینا از بابتش نگران شدن؟ نه، میگه یه توان جنگی نامتعارف دیگه است که شبکه گروه‌های نیابتی و شبه نظامی وابسته به ایران هست که عملاً به ایران کمک می‌کنه تا منافع خودش در منطقه خاورمیانه پیش ببره. بعد گفته که این گروه‌ها فضایی رو برای ایران به وجود میارن تا اگر لازم شد ایران بتونه گزینه‌های انتقام جویانه نامتقارن رو در دستور کار قرار بده. این گزارش رو بخش اولش رو شما ارائه دادم، در بخش دوم میاد توضیح میده که ایران چه اقداماتی میتونه در خاک آمریکا انجام بده. این خیلی بحث مفصلی و در اون خوش پس جذابی، تلاش کردم بخش اول رو به شما ارائه بدم. سه تا کشور رو به عنوان تهدید اصلی آمریکا مورد اشاره قرار داده، روسیه، چین و ایران. البته چین رو اول گفته، بعد گفته روسیه، بعدم گفته ایران. بعد در خصوص ایران، چیزی که اینا رو بیشتر از موشک‌ها کلافی کرده، یاران منطقه ایرانه. میگه ایران یاران منطقه‌ای داره، این یاران به ایران کمک می‌کنه که اگر تهدیدی انجام شد ایران بتونه به آسانی دشمنان خودش رو به چالش بکشه. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم، جنبندی نداره، چون صرفاً داشتم یک روایتی به شما ارائه می‌دادم از نگاهی که اونها به ایران دارن و از تهدیداتی که اونها در مقابل خودشون دارن می‌بینن، به خصوص در منطقه‌ای به نام خاورمیانه. ما امروز با دشمنان روبرو هستیم که اینها خودشون رو ابرقدرت‌های دنیا می‌دونن
و این ابرقدرت‌های دنیا هر موقع میخوان یادآوری بکنن و گزارش بنویسن پیرامون این که از چه کسانی میترسن و چه کسانی هستن که توان دارن که منافع این ابرقدرت‌ها رو به خطر بندازن، بلا استثنا به یک اسم اشاره میکنن و اون هم اسمی هست به نام ایران. و نکته که جا داره در انتها بهش اشاره بکنیم این هست که ما در منطقه خاورمیانه یک میخ رو داریم که این میخ محکم در زمین فرو رفته و این میخ اسمش ایران هست. کسانی که باید این منطقه رو ترک بکنن کشورهای فرامنطقه‌ای هستن که حضورشون باعث شده امنیت پایدار در این منطقه به خطر بیفته و اخراج اینها از منطقه خاورمیانه چیزی هست که ملت‌ها اون رو به زودی محقق خواهند کرد. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.